امروز کلام خدا رو میخوام با یک دعایی شروع کنم که خود پولس کرده و در رومیان باب 15 آیه 13 اونجا نوشته اینک خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان داشتن آکنده سازد تا به قدرت روح القدس سرشار از امید باشید این دعا رو میخوام اعلام کنم امروز روی جلسه ما که این خدای امید که شما رو عزیزان از کمال شادی و آرامش در ایمان داشتن آکنده سازد الان دو هفته است که ما در مورد شادی صحبت کردیم یعنی بیشتر خدا امیدوار هستم با ما صحبت کرده با شما صحبت کرده چون یک زمانی هست که خدا من میخواد ما رو مخصوصا در این زمان سخت ما رو به یک عمق خودش هدایت کنه که واقعا این شادی که در خداست بچشیم و این برحال آرزوی پولس بود که در رومیان همه چیزها رو که دمام بخشایی که 15 تا باب ها رو که گفت آخر به اون نتیجه رسید و خودش هم باور داشت که این خدای امیدی هست که امیده امید امید خدای امیدی که امید داره ما این این میگم این صفات های خدا یا شادی خدا یا محبت خدا رو ما بچشیم در روز زندگی کنیم و این باعث بشه که امید ما قوی تر بشه برای مخصوصا در این زمان امیدمون قوی تر بشه که بتونیم در این دنیا در این زمان بتونیم استوار بتونیم و با قدرت بایستیم چون اونجا آخرم میگه که 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 تا با قدرت روح القدس سرشار از امید باشیم و من می فکر می کنم کسانی که واقعا در امید زندگی می امید به کلام خدا امید به وعده های خدا اونا هستن که میتونن روی هر مشکل و هر اتفاقی که در زندگیش میفته میتونن غلبه بیابن چون با امید زندگی می امید به کلام خدا امید به وعده های خدا و مخصوصا در اینجا در این قسمت میگه که این خدای امید هست که از کمال شادی ما رو آکندی میسازه یعنی این یه چیزی است که خداست که باید منتقل کنه خداست که باید اینو افشا کنه در زندگی ما یه چیزی است که از خدا باید بیاد ما بعضی وقت هست که در مورد شادی هم مخصوصا که صحبت می کنیم بعضی وقت هست که ما می یک یکم بیشتر توی شادی دنیایی یا شادی جسمانی یا شادی نفسانی که چیزی بدی نیست فقط اینا خیلی زود میتونه بگذاره چون ما برها ما میدونیم که انسان از سه قسمت خلق شده بدن ماست یک شادی برای بدن ما داریم یک شادی برای نفسمون داریم یک شادی هم هست که برای روح ماست و خدا در این قسمت میخواد زمانی که در مورد شادی خودش صحبت میکنه اونجا بدنهای ما نمیتونن چیزهایی که از خداست دریافت کنند بدنهای ما بیشتر برحال ما شاد هستیم زمانی که بدنسازی میکنیم بدنهای ما خوبه دیت میکنیم و فیگور خوبی داریم از این چیزها خوشحال میشیم همینطور هم یه غذای خوشمزه این بدنهای ما لذت میبره و اینم ما رو بعضی وقت هم هست که شاد میکنه و همینطور هم از سرق سلامتی ما میتونیم شاد باشیم که ما سالم هستیم همینطور هم چیزهای دیگه هم هست که به، که راحتی هست، همینطور هم لذت هایی که در این دنیا هست حتی بدنای ما برای همینطور سکس هم که سکس واقعی اینطوری که خدا میخواد این چیزهایی هست که بدنای ما میتونم میگم خوشحال میکنه و فقط زمانی که وارد نفسمون میشیم نفس،, نفس ما نیاز و در های بلندتری داره بل... یعنی بلندتر یعنی بزرگتری داره اونجاست که ما میتونیم بگیم ما میتونیم سالم سالم باشیم همه چیز هم اوکی باشه فقط احساس غمگینی بکنیم درسته و نفس ما بیشتر احتیاج داره به محبت به پذیرفته شدن و همینطور هم کار خوبی داری و همینطور هم دریافت خوبی داری که میتونی آرزوهای خودت رو همینطور چیزایی که دوست داری به دست بیاری این شادی به در زندگی ما به وجود میاره همینطور هم هدیه هایی که میگیرین یا مثلا مسافرت های یه جایی میریم و لذت های از دنیا از کشورها از شهرهایی که میریم اونجا میتونیم لذت ببینیم اونجا هم نفس ما اونجا هم لذت میبره و میتونه شاد بشه و کلا نفس ما زمان شادی از زمانی که میدونیم مورد محبت هستیم زندگی ما در امنیت سالم هستیم تو میتونی بر حال آرزوهای خودت رو هر چیزی که به فکرت هست تو قلبت هست میتونی به دست بیاری و همینطورم هم برحال از چیزهایی که در این دنیاست لذت ببری فیگور خوبی داری نفس ما دوست داره حال میتونم بگم دوست داریم لذت ببریم یعنی غذا بخورین و اه از, از اه همینطور به اندازه کافی اینجا من اینجا نوشتم حتی اینم یه قسمتی هم نفس منجا خوشحال میشه زمانی که فیگور عالی داری احتیاج به دیت نداری تو هر چقدر دوست داری میتونی بخوری و چاقم نمیشی این نفس ما اونجا لذت میبره از این چیزا و همینطور هم جشنایی هست که ما میگیریم و اینجاست که برحال شادی هایم هست که چیزی بدی نیست فقط زمانی که وارد روح میشیم اینجا میبینیم که روح ما به دنبال موارد بسیار عمیق و معموزتر میگردد شاید از طریق نفس تو خیلی چیزایی هم به دست آوردی شاید از طریق بدن تو سالم هم هستی و میبینی که روح تو دنبال یه چیزای مزمورتر هست یه چیز مرموز مرموزتر میگردد محبت واقعی ملاقات و مشارکت صمیمانه با خداست امنیت در خداست نه دنیا یه چیز ابدی است روح تو دنبال این چیزایی است که چون روی توست که الان زمانی که ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح با روح خدا یک شده ما میتونیم از طرف بعدا از طرف نفسمون همه چی رو داشته باشیم فقط تا روح ما به اون ملاقات با سمیمانه با خدا نیاد و این, این چیزهایی که از خداست همین که دعا کردم صفتهایی که در خداست در به وسیل روح ما به دست نداریم هیچ موقع در این شادی واقعی قرار نمیگیریم به این خاطر زمانی که معیزهایی میشنویم در مورد شادی یا ما بعضی وقت هم هست که زور میکنیم میگیم آها الان فهمیدم الان باید یه کاری انجام بدم و بعضی وقت هست که میافتیم بیشتر دوباره نفس بعد از یک روز دو روز نبیریم این شادی از بین رفته پس یه چیزی باید باشه که ابدی ماندنیه که ربطی نداره به مشکلایی که توفانهایی که در زندگی ما قرار میگیره پس اینجاست که یه چیزی هست که خداست که همینطور که اینجا گفته که از کمال شادی شما رو آکنده سازد نه ما یه کاری انجام بدیم بلکه خودش باید یه چیز رو منتقل کنه و این فقط و فقط به وسیله روح القدس به وسیله روح روح ما باید دنبال این روح خدا باشه که اونجا ما وصف بشیم و اونجا یه چیزی دریافت کنیم که ابدی موندنیه در یوحنا باب 6 آیه 63 س... س... اینجا خود عیسی مسیح میگه که روح هست که زنده میکند و اما از و اما از جسد فایده ای نیست یعنی از بدن از چیزای فانی فایده نیست کلام کلامی را که به شما میگویم روح و حیات هست روح هست که زنده میکند این روح خداست که زمانی که با روح ما یک ارتباطی برقرار میکنه ارتباطی یعنی یه رفاقتی به وجود میاد اونجاست که ما شروع میکنیم دریافت کردن یه زحمتی نیست که ما باید بکشیم یه چیزی است که به ما داده میشه و اینجاست که بعضی وقت ما شاید مشکل داریم شاید در این قسمت فکر میکنیم من باید یه کارهایی انجام بدم معمولا نرمال که وردارین تنها چیزی که ما باید انجام بدیم ایمان داشتن به وعده خداست ایمان داشتن به خود خداست که خداست که هر چیزی که گفته خودش هم انجام داد خواهد داد خیلی جالبه که زمانی که زمانی که عیسی مسیح قبل از اینکه مصلوب بشه یک دعای میکنه دعای آلمانی میگن هو پرسیلی دعای که دعایی هست که به پدر میکنه و اونجا در مورد خیلی چیزای مهم صحبت میکنه میگه پدر جان قسمتی که صحبت میکنه میگه که من جلالی که داشت داشتم به ایشان منتقل کردم تا یک شوند و این محبتی که به من دادی دعا میکنم خداوند این با این محبتی که منو محبت کردی در ایشان باشه که خودشونم بدونم با چه محبتی که تو منو, منو, دوست داشتی در مورد خیلی چیزای عمیق صحبت میکنه و وسط این چیزایی که صحبت میکنه کلامی که صحبت میکنه اینجا یه دعای میکنه میگه که اما حال نزد تو میایم و این سخنان رو زمانی زمانی میگویم که هنوز در جهانم در جلوی شاگردانش هست تا شادی مرا در خود به کمال داشته باشند اینجا در مورد شادی مرا در خود داشته باشند مثل اینکه یه چیزی است که در خداست در عیسی مسیحه و این در وسط تمام این آیه هایی که اینجا صحبت کرده بیشتر هم در مورد محبت در مورد اتحاد صحبت میکنه این جلالی که به من دادی به ایشان منتقل کردم و اینجا صحبت میکنه که این تمام حرف هایی که الان میزنم در این دنیا میذارم چرا تا شادی مرا در خود به کمال داشته باشم پس عیسی مسیح یه چیزی داره که ما احتیاج داریم و این شادیه ما باید باور کنیم که هر چقدر ما بعضی وقت میگیم که اعلام هم میکنیم که عیسی هم از این پادشاه ماست و صفتهای خدا رو اعلام میکنیم فقط ما باید باور کنیم این خدای ما خدای شاده در اون میگم که در عمقش خدای شاد شاده و یه خدای شادی رو ما پرستش میکنیم یه خدای شادی است که ما رو نجات داده پس اینجا صحبت نمی کنه که که شاد باشن بلکه میگه که که شادی من رو داشته باشن پس اگر من نرمال اینطوری خیلی من مثل بچگانه نگاه می کنم میگم پس آها پس اگر عیسی مسیح رو داشته باشم شادی رو دارم یادتون از عیسی مسیح خودش هم یه جایی میگه که سلامتی شما ما شما میگذرونم سلامتی خودم رو به شما میدم یادتون است سلامتی شما سلامتی که در این دنیا دنیای فر چیزی بدی نیست فقط سلامتی که فوق از فکرای انسانه که دنیا نمیشناس این سلامتی رو به شما میدهم همینطورم هم میتونم بگم این شادی که الان شما هست خدا میگه که من میگذارم این شادی های دنیا فقط شادی خودم رو میخوام به شما منتقل کنم گوش میکنین عزیزان یه چیزی هست که خودش باید منتقل کنه من نمیتونم با زور شروع کنم یه کاری انجام بدم که شاد باشم یا تو شاد هستی درونش در روح تو یا نیستی فقط روح این روح ماست این نفس ماست چه هنوز یاد نگرفته و سعی میکنیم کارهای انجام بدیم که این شادی رو هی نگه داریم یه خبری بدی میاد پف همه چی میفته فقط روح ابدیه اونجا ماندنیه اون شادی از بین میره در اشای نبی باب 61 اینجا میگه در خداوند شادی بسیار میکنم در خداوند مثل اینکه وارد خدا شده میگه در خداوند شادی بسیار میکنم و جان من در خدا خدای خود وجه می نماید زیرا که مرا به جامعه نجات ملبس ساخته ردای عدالت رو به من پوشانیده چنان که داماد خیشتن را به تاج آرایش میدهد و عروس خود را به زیر چی؟ زیرورها زینت میبخشد مثل یک عروسی اونجا چیز میکنه یک عروسی داماد و, داماد و عروس و همونطور توضیح میخواد بده این این شادیه مثل این یک وجده و در خداونده که من اونجا واقعا شاد هستم و وجه میکنم در مزمور سی و سه آیه بیست و یک هم اینجا میگه که زیرا که دل, ما در خدا شادی میکند و در نام قدوس او تفکل مینا... مینمایم در نهمی باب به هشت آیه ده اینو میدونیم و سرودهایی هست که میخونیم سر سرور خداوند قوت شماست و اینجا ترجمه تفسیری رو اونجا چیز کردم میگه که شادمانی که خداوند به شما میدهد شما رو نیرومند خواهد ساخت جالبه نه؟ شادمانی که خداوند به شما میدهد شما رو قدرت اینجا نیرومند خواهد کرد و این آیه که دو هفته پیش و یه هفته گذشتم نسینم اینجا گفته که طریق های حیات رو به من خواهی آموخت به حضور تو کمال خوشی هست یعنی زمانی که این, این،, این نویسنده این مزامیر جلوی عیسی مسیح جلوی خدا اینجا استاده میگه که در حضور تو اینجا شادی من اینجا که صحبت میکنه کمال خوشی هست چون او رو میبینه با او ملاقات رو داره اونجاست که ارضا میشه از تمام چیزهایی که از روح به دست میاره یه چیزی مافوق طبیعی است و روح ما دنبال چیز مافوق طبیعی هست و چیزی که از همانی شده دیگه اونجا هر چیزهایی که ما احتیاج داریم میتونیم به دست بیاریم یک شادی هست که حتی در زمانه سخت حتی خبرهای بدم که در زندگی ما قرار خواهد گرفت هیچ موقع این شادی شادی که در روح تو خاموش نمیشه حتی تو میتونی خبرهای بدی ببینی همینطورم گریه کنی زارزار گریه کنی در روح تو میتونی شاد باشی میدونستی؟ خبرهای بدی در این دنیا هست فقط زمانی که یک کسی که شادی خدا رو در خودش دریافت کرده و خود خدا خود عیسی شادی خودش شده دیگه مطمئن باش هیچ کسی نمیتونه این شادی رو از تو ورداره و در یه جای دیگه هم همینطور عیسی مسیح خودش به شاگردای خودش میگه که میگه الان میگه که غمگین هستین فقط به حال چون فکر میکنیم من میرم فقط من دوباره بر, میگر... بر خواهم گشت منو خواهید دید و شادی شما و شادی خواهی کرد و شادی شما هیچ کسی نمیتونه برداری چرا؟ چون منو خواهید دید منو خواهی دید چطور از مردگان برخواستم و زنده هستم چون منو خواهی دید که زنده هستم قدرت من رو شکندم شادی این شادی هیچ موقع کسی نمیتونه از شما ورداره و این وعده, وعده ای هست یعنی صحبت هایی هست که خود عیسی اینجا صحبت کرده در قسمت های مخصوصا باب 14-15-16 یوهنا 14, همینطور یوحنا 16-22 چند تا آیه هایی میخوام بگم چون مهم اینه که چیزهایی که از دهن ایسای مسیح آمد باور کنیم و دریافت کنیم اینجا میگه که یوهنا باب 16-22 پس شما همچنان الان محزون می باشید اما باز شما را خواهم دید و دل شما شادمان خواهد شد و هیچ کس آن شادی را از شما نخواهد گرفت و باب 16 آیه 24 تا اکنون به, من به, نام من چیزی نخواستید بخواهید تا بیابید و شادیتون کامل شود من میدونم بعضی وقت این چیزهایی که میخونیم به خودمون نگاه میکنیم میبینیم که الان مشکل های من اینه نمیدم پولشون ندارم نه اقامتشون ندارم چند تا چیزایی چطور میتونم شادی من الان اینطوری کامل باشه من دعا هم کردم دعا کردم هنوز هیچ چیزی نشنیدم چون اینجا میگه که زمانی که دعا بکنین به اسم من دعا کنین به شما خواهم داد تا شادی شما کامل شود و اینجاست که بعضی وقت در زندگی منم افتاده گفتم دعا کردم دعا کردم اتفاق نیفتاد همه چیم بدتر هم شده چطور میتونم الا می شادی من نه کامل شده اصلا شادی من دیگه در من نیست درسته تجربه رو کردین من فکر میکنم همه ما اینجا هستیم که این تجربه رو کردیم فقط ما باید باور کنیم که زمانی که ما دعا میکنیم با باور میکنی و امروز امیدوار هستم امروز شاید با یه دید دیگه به عیسی مسیح نگاه کنین که خدای ما خدای شاد هست و آرزوش اینه ما رو به کمال شادی هدایت کنه و زمانی که پس دعای من شنیده نمیشه وضعیت من بد شده یا خودش اشتباه میکنه یا من اشتباه میکنم و زمانی که باور میکنم میگم که تو خدای شاد هستی و کلام تو هم میگه که من این دعا رو کردم که شادی من در ایشان باشه و شادی ایشان کامل باشه زمانی که این چیزها رو باور گوش میکنم و باور میکنم پس مثل اینکه میگم مثل اینکه باور میکنم آها پس الان در این سختی ها افتادم دعا میکنم دعای من اینقدر شنیده نمیشه حتی بدتر هم شده پس مثل اینکه خدا یه چیزای آماده میکنه منو آماده میکنه این لای لایه میگن لایه هایی که جلوی محبت او قرار گرفته قسمت به قسمت باید ورداره که آخر منتقل کنه افشا کنه خودشو و محبت خودشو و شادی خودشو پس یه چیزایی از شاید مشکل من هستم خدا پس یه کارایی میخواد با من انجام بده که اون آرزو اینه که منو به شادی کامل هدایت کنه پس مشکل کلام خدا نیست مشکل خود خدا نیست چون زمانی که باور میکنی خدای ما خدای شاد هست و دوست داره شادی او رو داشته باشم پس او در حال در حال عمل کردن تو رو به یه جاهای هدایت کنه به این سی سیتواتسیان ما های جاهایی قرار بگیره که یواش یواش هر چیزایی که جلو, جلو تو و جلو اوست مانه های از ور داره تمام کنترل هایی که زندگی خودمونه میخوایم کنترل کنیم بعضی وقت ور داره خدا ما رو به یه جایی میبره که واقعا کنترلت از دست میدی و فکر میکنی واقعا دیگه همه چی خراب شده و اینم اینم کار خداست که میگه هر چیزی که هست میخواد ور داره که آخر بیاد اونجا خودش رو افشا کنه به ما و زمانی که روح تو با روح او وحش شد اون موقع هست یه شادی در تو قرار میگیره که نمیتونی توضیح بدی امروز با نسلین صحبت میکردیم خودش هم از زندگی چند تا قسمت های زندگی خودش صحبت میکرد میکرد که چیزهایی بود که اصلا غیر قابل تصور بود و درون شادی بود یه وجهی بود یه چیزی هست که در روحه و هر چیزی که در روح ابدیه در سفانیا باب 3 آیه 17 چقدر زیباست که اینجا میگه که یهوه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد او بر تو شادی بسیار خواهد نمود او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرامی خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی خواهد نمود نمیدونم این کلام خداست یا یه افسانه هست باور میکنین که خدا که تو رو نگاه میکنه با یک شادی عظیم لذت میبره از تو مسلم ما میگیم که آخر خدا من درست هم زندگی نمی کنم گناه گناه هم هست اینجا مشکل دارم اونجا هم گرفتاری دارم فقط خدا عوض نمیشه خدا با همین همین دید نگاه میکنه میگه که چون منو هنوز اینطوری نشناختی چون این چیزایی که در من دریافت نکردی به این خاطر وضع تو حال تو اینطوریه به من اعتماد کن او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت زحمت خود آرام خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی خواهد نمود این خدای ماست من باور میکنم عزیزان چون تو این چند مدت هم میبینم که چطور خدا در این قسمت ها با من هم صحبت میکنه و زمان های سختی هم که گذروندیم چطور خدا میخواد از همه چیزهای منفی هم اتفاقاتی هم که میفته میافتاد یا میفته در زندگی ما یک جایی پیدا کنی یک چیزی شکافی پیدا کنی که وارد بشه پش! یک لمسی از زیبایی او یک لمسی از شادی او که اونجاست که باور میکنیم واقعا خدا منو واقعا عاشقانه دوست داره واقعا خدا به شادی عظیم به من نگاه میکنه وجه میکنه برای من باور میکنم و این چیزی که باور میکنی عزیزان این یه چیزی که ربطی به نفس تو هیچی زرگرافت نکردی مشکلات تو حل نشده همه چیز هنوز هست هنوز مونده فقط یه چیزی دریافت کردی که در اندرون تو اتفاق افتاد و این اندرون تو تاثیر میذاره روی نفس تو و نفس تو رو فرو میگیره با این شادی نمیدونی بعضی وقت تعریف کنی چرا شاد هستی نمیدونی تز توضیح بدی فقط شاد هستی چون از روح منتقل شده به نفس خوشبال پولوس که خودش این چیزها رو دریافت کرده بود رفته توی زندانم بود کتکم خورد سنگسارش کردن هزار تا کارایی با کردن و الان توی چیز تو زندان اینجا به کلیسای فیلیپی اینجا می باب چهار آیه چهار تا هفت و میگه که در خداوند دایم شاد باشید در کجا؟ در خداوند دایم شاد باشید و باز میگویم شاد باشید روح پولس که با روح خدا با شادی خدا قرار گرفته بود به این خاطر زندان ها برای او مشکلی نیست سنگسار شدن مشکلی نیست تو جفا افتادن مشکلی نیست یه جای وحش شده بود به این خاطر میگه در خداوند شاد باشید نه اینطوری چیزایی که الان به دست آوردین شاد باشید نه در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید بعد از این ادامه میده و آیه هفت میگه که و سلامتی خدا که فوق است بعد از این میگه که برای هیچ چیزی اندیشه مکنید بلکه در هر چیز با سلا سلامت سلا و دعا با شک گذاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما در مسیح عیسی نگه خواهد داشت زمانی که همه چی رو به دستای خداوند سپردیم و باور کردیم برای فکرای او به روشای او محبت او شادی او که برای ماست اینجا میگه که سلامتی که فوق از فکرای ماست و عیسی مسیح زمانی که وارد زمانی که شادی او وارد زندگی ما شده دیگه فکر ما عقل ما نمیتونه درست متوجه بشه چی شده و اینجا میگه که سلامتی خدا که فوق است تمامی عقل ماست ما رو نگه خواهد داشت و همینطورم با شادی هست حتما این آیه را هم خوندین در رومیان باب 14 17 پادشاهی خدا چه پادشاهی است پادشاهی خدا چه پادشاهی است میگه که زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس یعنی پادش در پادشاهی خدا شادی کامل قرار گرفته اونجا 24 ساعت یعنی اونجا ساعت هم وجود نداره تا ابدیت هستیم فقط شادیه شادی منظور نیست که فقط خنده خنده یه شادیه که شادی خداست در تو قرار گرفته و زمانیم که در این دنیا هم هستیم خدمت میکنیم کار میکنیم زحمت میکشیم برای خداوند بعد از این یه روزی که ایسا مسیح میاد یا یه پیش خداوند هستیم اینجا میگه که آفرین ای غلام نیکه متدین متدین بر چیزهای چیزای اندک امین بودی تو رو بر چیزهای بسیار خواهم گمشاد به شادی خداوند خود داخل شو زحمت هایی که میکشیم می خدمت هایی میکنیم خرابکاری هم بعضی وقت میکنیم اشتباه هم میکنیم فقط امین وفادار برای خداوند میستیم می و یک روز خداوند به تو خواهد گفت سو میدونم اشتباهات زیادی کردی افتادی شکست های زیادی خوردی فقط امین وفادار موندی هر جایی که من گذاشتم بیا وارد شو به شادی خداوند تو شادی به شادی خداوند خود داخل شو خیلی جاهای هست که عزیزان میتونم بگم ده خدا میخواد ما رو قسمت به قسمت هدایت کنه قسمت به قسمت از خودش افشا کنه یه چیزی هست که خودش باید بده تنها چیزی که ما میتونیم انجام بدیم واقعا واقعا باور کنیم و زمان یه کسی که در یاد گرفته در این شادی زندگی بکنه یعنی میتونم بگم 24 ساعت در شادی روح هستی منظوری نیست که میخندی تمام وقت فقط در حال خندیدن اینجا زندگی میکنه منظوری نیست یه چیزی که درونته چون با شاه پادشاه خودت آشنا شدی با روش های پادشاه تو آشنا شدی با این, شا... با این ش... پادشاهی که میخواد خودش رو روز به روز به تو افشا کنه معرفی کنه آشنا میشی و یعنی یا آشنا شدی شادی ما خوردن و نوشیدن آرزوهای من به دست آوردن نیست خودتونم متوجه شدین که هر چقدر دعا هم کردی خودمان آرزوهای آرزوهای خودتو داده دوباره یه چیزایی کم آوردین درسته؟ ای خداوند پاست و دعا کن اگه اقامت رو بگیرم دیگه دیگه هیچ چیزی نمیخوام اقامت رو گرفتن خونه رو دیگه هیچ چیزی نمیخوام نمیدونم هزار تا چیزایی هست که کار زن بچه همه چیزم هم شد خونه بزرگتر یا یعنی واقعا خونه من کوچیکی خدا خواهش میگم دائما در حال این نفس ماست دائما ارضا نمیشه این سرودم که خوندیم کسی که عیسی رو داره همه چی رو داره جای که گفتیم او عجر. گویم تو هستی تنها اجر من گویم تو هستی سود عظیم من هر چیزی که در مسیح یافت میشه مسیر رو دارم همه چی رو دارم مسیر رو دارم شادی رو دارم بدون تو بدون تو عیسی مسیح من هیچم تمام دنیا رو داشته باشم علیه تو مثل یه قطره ای حتی آب کثیف تو همه چیز من هستی و زمانی که خدا مخصوصا در این زمان میخواد روی خودش رو با روی ما شادی او در ما منتقل کنه نه فقط خودمون بلکه دورور خودمونم تاثیر میذاریم باور میکنین زمانی که وارد یک اتاقی میشی و در اندرون تو پادشاه خودت رو میشناسی و میدونی فکر او هدف او رفتار او چقدر او تو رو دوست داره با چه عشقی برای تو شا... برای تو شادی میکنه وجه میکنه برای تو چقدر مهم هستی تمام فضا رو عوض میکنی تمام دیوها فرار میکنن از شادی تو باور میکنه در شادی خداوند چی بود؟ شاد شادمانی که خداوند به شما میدهد شما رو نیرومند خواهد ساخت قدرت میگیری دیوها از شادی خداوند فرار میکنن گوش میکنید تو میتونی فضا رو عوض کنی الان که میخوایم وقت بذاریم برای دعا کردن اینجا نکته هایی نوشتم برای خودم خوشحالی من این است که ایسای پادشاه رو میشناسم خوشحالی من این است که ایسا ایسای پادشاه را میشناسم پادشاهی که من را میشناسد دوستم دارد و برای برایم ارزش قائل است پادشاهی که نقشه های بزرگ بزرگی و شگفتانگیز برای من دارد این شادی منه این فکرای اوست که برای منه پادشاهی که امید کامل و عظیم به من دارد پادشاهی که از من خوشحال است و بر من شادی بسیار می نماید پادشاهی که من رو به پادشاهی خود دعوت کرده است افتخار می کنم این شادی منه پادشاه این خدای خالق من من رو دعوت کرده به پادشاهی خودش اون یه چیز ابدیه و باور میکنم با او وصل میشم پادشاهی که تمام قدرت را در آسمون و بر زمین رو دارد هیچ چیز برای او غیر ممکن نیست پادشاهی که به من محافظت و امنیت میدهد پادشاهی که بار من رو به دوش میگیرد پادشاهی که بتوانم با او به او تکیه کنم پادشاهی که به او می توانم بر همه چیز غلبه کنم این پادشاه من عیسی مسیح که خود عیسی خدای شاد هست باور میکنم خدای من خدای شاد هست این پادشاه باور دارم که خود را به من افشا افشا می کند. و پادشاهی که به من نزدیک است و در من هست که او مسیح در من هست امید جلال این چیزایی هست که منو وصل میکنه به او روح منو وصل میکنه به اون کلامی که پر از روح و حیاته و اینا هیچ کسی نمیتونه از من ورداره این شادی رو هیچ کسی نمیتونه ورداره نه من از من نه از شما اگه باور کنیم و دریافت کنیم آمین من الان دعا نخواهم کرد فقط یک چیزایی که الان اینجا نوشتم میخوام وقت رو بذارم که یه دو سه دقیقه چهار دقیقه خودتون شروع کنیم به دعا کردن اگر زندگی خودت روی نفس تو روی بدن تو روی چیزای مادی تکیه کردی از اونجا شادی بگیری الان یه زمانی هست که واقعا از خداوند طلب بخشش کنی میگی خداوند من نمیدونستم یا میدونستم برحال من میخوام دوباره برگردم توبه میکنم بازگشت میکنم و از امروز به بعد میخوام این چیزا رو که روح کلامی که ایسا مسیح که میگه که کلامی که صحبت میکنم روح و حیات هست روح و حیاته و تو میتونی در روح تو زمانی که باور میکنین این چیزا رو دریافت کنین و بگی خداوند از امروز به بعد شادی من نه خونه هست نه پاس نه زنه نه نمیدونم هزار تا چیزای مالی از هر چیزایی که باشه خدا پدر آسمونه شما میدونه چه چیزایی شما احتیاج دارین شادی من من تصمیم میگیرم امروز خداوند تو هستی که بزرگترین بهترین نقشه رو برای من داری تو منو دعوت کردی و همینطور قسمت به قسمت میتونی بخونی اینو واقعا دریافت کنی بگی خداوند این کلامی هست که به من میتونه امروز حیات بده و شادی تو رو منتقل کنه و بعد از این یک سرودی خواهیم خوند یک سرودی هست که میتونی این سرود رو هم میتو بذاری میخوام اول قبل از که ما بخونیم میخوام اینو اینو چند سالی توی کلیسامون نخوندیم فقط تو قلب من خدا گذاشته این سرود را امروز بخونیم سول همچون دریا محبت مانند کوها نسیم روح تو میوزد به هر جا جوشش شادی تو نهر حیات شفا بخش بیا ایسا خود را افشا کن پس الان یه زمانی میذاریم که خودتون الان دو سه دقیقه وقت بذارین دعای خودتون بکنین یه زمان خیلی مهمی است که با روح بتونین با عیسی مسیح و وعده های خود ارتباط قرار کنین و برای این میخوام یه زمانی هم بگذارم که نمیخوام عجله فقط یک کاری انجام بدیم بلکه واقعا با تمام دل با ایمان باید این چیز رو قدم ها رو وردارین و بعد از این زمانی که این سرود رو میخونیم احساس میکنم امروز در دعا که در این سرود خدا میخواد خودش افشا کنه متوجه هستین دوباره میخوام این آیه ای که پولس گفته که گفته که اینک خدای امید شما را از کمال شادی امروز آکنده سازد خدای شادی میخواد امروز شما رو به کمال شادی آکنده سازد و در این سرود زمانی که می, می فقط اجازه بدیم با ایمان دریافت کنیم نمیدونم چه کاری خداوند روی القدس خواهد کرد فقط در دریافت کنیم و بعد از این وقت رو میذاریم برای نال و برای عشا دعا کردیم همینطور در پرستش هم هستیم میتونیم بیاین اونجا من هدایت میکنم میتونیم بیاین عشا رو برداریم فقط امروز زمانی که میایم در میز خداوند واقعا نگاه کنیم اون عیسی شادی اینجا منتظرش ماست با ایمان بیایین بگی مرسی خداوند این بدن تو رو فرمی دارم این واقعا درون شادی توست شادی توست خداوند میخوام اینو وردارم من میخوام در این در روح با تو این ارتباط بر من قرار بشه آمین و ببینیم که خدا امروز در بین ما چه کارهایی خواهد کرد اگه هر باری هست هر فکرایی هست هر مشکلایی هست الان بگذارین کنار الان مهم خود عیسی مسیح خدای شاد هست آمین